به نام خدا و با سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید رئیس جمهور کرزی در دیدار با نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان همچنان بر موضع پیشین خود در مورد توافق امنیتی تاکید کرده است در خبرنامه کاخ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور تاکید کرده است تا انگام که روند صلح به گونه عملی آغاز نشود و بازرسی خانه های افغان ها پایان نیابد این توافق نامه را امضا نمی کند اما جیمز دابنز بدون دادن تعهد تا... برای آغاز روند صلح اصرار کرده است که توافق امنیتی باید پیش از آغاز عملی روند امضا شود مسئولان کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در شمال و شمال شرق کشور از رئیس جمهور کرزی میخواهند تا هر چیز زودتر توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا کند به گفته آنان رئیس جمهور کرزی نباید سرنوشت مردم را قربانی امتیازگیری های اش کند اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که فساد و گسترده اداری در افغانستان جلو انکشاف و پیشرفت را گرفته و در این صورت از منابع بر منافع مردم و نیز از قدرت به اهداف شخصی استفاده می شود. نماینده ای اتحادیه اروپا در افغانستان همچنان میگوید فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان تمام دستاوردها را که با های خستگی ناپذیر به دست آمدند صدمه خواهد زد. صد. انتقاد از دولت افغانستان با گذشت هر روز شاخ و برگ دیگر به خود میگیرد در کنار بنبست در امضای توافقنامه امنیتی و مشکلات در برگزاری انتخابات اکنون عدم توجه به فساد اداری انتقاد شدید حامیان غربی رئیس جمهور کرده را برانگیخته است انتقادی که همزمان می شود با نشر گزارش دیدبان شفافیت که در آن افغانستان در رده نخست کشورهای آلوده با فساد اداری قرار گرفته است اکنون نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میزان بلند فساد اداری در کشور را تهدیدی بزرگ بر دستاوردهای چند سال اخیر در کشور میداند البته فساد اداری در افغانستان سبب شده که تمام کمک هایی که تا به حال به افغانستان صورت گرفته است به شکل درست آن مصرف نشود و مورد دستبرد قرار گیرد اگر این روند ادامه یابد کشورهای کمک کننده به ویژه اتحادیه اروپا میزان کمک هایش را به افغانستان کاهش خواهند داد آسیب آن را مردم افغانستان خواهند دید نماینده اتحادیه اروپا بر صفر شدن پدیده فساد در کشور نیز تاکید می کند و می گوید تعهد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد داری تشویق کننده است. مقام های دولتی به سطح بسیار بالا در فساد اداری دست دارند به همین دلیل تا اکنون یک راهبرد قوی برای نابودی فساد در افغانستان ایجاد نشده است نه تنها حکومت افغانستان بل کسانی در بیرون از نظام نیست در فساد اداری در این کشور نقش دارند یکی از موارد آن کابل بانگ می باشد پس از امریکا اتحادیه اروپا دومین حامی حکومت افغانستان پنداشته می شود کمک های این اتحادیه بیشتر در بخش های نظامی و آموزش سربازان پلیس متمرکز است اما به نظر می رسد که انتقاد های غربی حکومت افغانستان از فسادیداری تا اکنون تاثیر چندانی بر عملی شدن تعهدات دولت افغانستان برای مبارزه با فسادیداری نداشته است با نزدیک شدن 2014 میلادی و بیرون شدن نظامیان خارجی از کشور کابل میکشد تا نظامیان مسلکیش را بیشتر سازد در تازه ترین رویداد نزدیک به 500 دانشجوی پلیس از اکادمی پلیس سیواس ترکیه های فراغتشان را به دست آوردند وزارت امور داخله میگوید که با فراغت این دانشجویان ظرفیت ها برای تامین امنیت انتخابات و پذیرفتن مسئولیت های امنیتی در کشور بیشتر شدند و نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی و برنده جایزه سال نوبل شب گذشته در بیمارستان در خانهش در درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در خبرنامه از مرگ ماندلا اظهار تاسف کرده و گفته است که مرگ وی بزرگترین زای کشورش است. ماندلا که 95 سال از عمرش میگذشت در ماهای اخیر چندین بار به با دلیل عفونت ریاوی در بیمارستان بستری شده بود. به خاطر درگذشت آقای ماندلا شماری از کشورها مشمول آمریکا پرچم‌هایشان را با حال نیم درآوردند. این بود فشرده ای تازه ترین خبرها تا این ساعت از امرویتان سپاس.